با سلام خدمت شما عزیزان به برنامه اول بررسی عهد جدید خوش بررسی عهد جدید یکی دیگه از دوره های تعلیمی ما هستش که به جهت تجهیز افراد واسه خدمت تحریزی شده این دوره به عنوان دوره اومگا هم معروف هستش اگه به دورهای پیش از اینکه آلفا و بتا باشه اگه اونا رو ندیدید و میخواید که اونا رو ببینید میتونید اونا رو در سایت خود بنده که آدرسش روی اکران تلویزیونتون هست برید و ببینید و اگه از اونها برای جمع خودتون یا برای کلیسای خانگی خودتون یا برای کلیسای خودتون کپی میخواید لطفا به ما بنویسید براتون در اسرع وقت به آدرسی که برای ما مینویسید پست میکنید در دوره آلفا خدمت شما در رابطه با کتاب مقدس صحبت کردم هیچ کتابی مثل کتاب مقدس نیستش در کتاب مقدس عزیزان این خداست که داره با بشر صحبت میکنه و خودش رو آنطور که هستش به بشر آشکار میکنه و به بشر اینو میگه که چطور میتونه با او در رابطه دو طرفه قرار بگیره یادم میاد اون روزهای اول که به ایمان اومده بودم اهمیت این کلام رو خادمین دیگر واقعا هم که به ما جوانان اون موقع خیلی عالی یاد دادن و این باعث شده بود اتفاقا که با دیگر دوستامون که حالا اونا هر کدومشون باز خودشون خادمین برومندیان مسابقه حفظ آیات بذاریم شاید در اون روزها اهمیت حفظ این کلام رو من زیادم به درستی متوجه نبودم و انگیزه من شاید بیشتر بر این بود که برنده بشم ولی کار این حفظ کردن آیه به جایی رسیده بود که ما فقط آیه رو حفظ نمی کردیم حالا فصل ها رو هم حفظ می کردیم الان که خوب اینو درک کردم که حفظ این کلام در ایمان من چه بنیاد قوی چه بنیاد سالمی رو گذاشت واقعا هم که عزیزان هیچ کتابی مثل کلام خدا نیستش حالا که می خواهیم به مطالعه کتاب های عهد جدید بریم بهتره پیش از هر چیز به ماهیت کلام خدا یه نگاه بندازیم فکر میکنید خدا خودش رو به ما چطور معرفی میکنه خب به همون شکلی که ما خودمون رو معرفی میکنیم و سعی میکنیم که خودمون رو به دیگران بشناسونیم اگه شما بخواید که منو بشناسید در اختیارتون فقط دو راه خواهد بود اول اینکه با آنچه که من میگم و دوم اینکه با آنچه که من انجام میدم این دو طریقه که منو به شما میشناسونه خدا هم به همین شکل خودش رو میشناسونه خدا هم صحبت میکنه و هم عمل میکنه و از این طریق هستش که میتونیم بفهمیم که خدا کی هست در کلام خدا ما هم با صحبتهای خدا روبرو هستیم و هم با اعمالش این مکاشفه خدا واقعا حیرت انگیزه اینکه خدا چطور قدرت الهی خارقلادش رو آشکار میکنه عزیزان این خلقت نتیجه کار دست خداست ولی کتاب مقدس از این هم فراتر میره و قلب خدا رو هم در مقابل چشمان ما قرار میده وقتی که نقشه و کار نجات او رو واسمون بازش میکنه و به این شکل که ما نه فقط عظمت خدا رو میبینیم بلکه رحمت خدا رو هم شاهد میشیم و در عهد جدیده که ما شاهد این رحمت عظیم خدا هستیم که بر شخص ایسای مسیح متمرکز هستش با اینکه در دوره آلفا خدمت شما عرض کردم ولی بذارید اینجا هم قدری در رابطه با کتاب مقدس باتون با صحبت بکنم کتاب مقدس کتاب بی است مثل این کتاب کتابی وجود نداره این کلام خدا هستش از جانب او اومده مردان مقدس تحت الهام روح خدا این کتاب رو به نگارش در آوردن منشه این کلام خود خداست در این کلام خداست که داره صحبت میکنه او صحبت خودش رو در فکر نویسنده میذاره و نویسنده اونو با سبک نگارش شخص خودش ثبتش میکنه ریشه و منشه خداست ولی انتخاب کلامات و چگونگی بیانش با نویسنده بدین ترتیب هستش که کلام خدا به زبان انسانی در دست من و شما قرار داره و واقعا هم چقدر حیرت انگیز هستش که خدا به ما اعتماد میکنه و کلام خودش رو به ما عطا میکنه این کلام در اختیار ما هستش درسته که الان این منم که دارم رو به شما تعلیم میدم ولی گوینده این کلام که من نیستم گوینده این کلام خود خداست خدا از این طریق با ما انسان ها داره صحبت میکنه این کتاب هم انسانیه هم الهی درست مثل ایسای مسیح که اون موقع که در زمین بود هم خدا بود و هم انسان چرا که کلمه زنده خدا خب کلام خدا هم به همین شکل هم الهی هستش و هم انسانی و جالب این هستش که این کلام ثبت شده در مورد کلمه زنده خدا که عیسی باشه داره صحبت میکنه چرا کتاب مقدس نوشته شد؟ برای درک این مطلب لازم هستش که علت نگارش اونو بدونه اگه به دوم تیمتاوس فصل سه آیات 14 تا 15 نگاه کنیم اونجا اینطور میخونیم پولس به تیمتاوس اینطور می نویسه اما تو در آنچه آموخته و بدان ایمان آورده ای پایدار باش چرا که میدانی آنها را از چه کسان فرا گرفته ای؟ و چگونه از کودکی کتب مقدسه را دانسته ای که میتواند تو را حکمت آموزد برای نجاتی که از راه ایمان به مسیح ایساس چرا کتاب مقدس نوشته شد؟ آیا واسه این نوشته شد که ما رو در رابطه با علم و فلسفه حکمت بیاموزه؟ مسلما نه درسته که در کتاب مقدس چیزهای علمی هم وجود دارند، ولی این امر هدف از نوشته شدن این کتاب نیستش هدف کتاب مقدس بیان تاریخ یهود هم نیستش درسته که از اون هم صحبت میکنه ولی هدفش این نیست آیه 15 این مطلب رو به سراحت بیان میکنه که هدف از نگارش کتاب مقدس اینه که ما رو در رابطه با نجات الهی حکمت ببخشه تا از طریق ایمان به عیسی مسیح نجات پیدا کنیم کتب مقدسی که پولس در اینجا از اون صحبت میکنه و تیمتاوس هم به اون دسترسی داره عهد عتیقه تیمتاوس عهد عتیق رو داشت و پولس میگه که عهد عتیق به این جهت نوشته شده بوده که به انسان حکمت یاد بده تا از طریق ایمان اونم ایمان به عیسی مسیح نجات پیدا بود. اگر عهده تیغ میتونه یک چنین کاری انجام بده پس چقدر بیشتر عهد جدید که محور و مرکزش روی خود ایسای مسیح استوار هستش این اولین و مهمترین دلیل نگارش کتاب مقدسه ولی در نگارش اون دلیل دیگری هم وجود داره اگه به آیات بعدیش یعنی آیات 16 و 17 نگاه بکنیم اونجا اینطور میخونیم تمامی کتب مقدس الهام خداست و برای تعلیم و تعدیب و اصلاح و تربیت در قارزایی سودمند است تا مرد خدا به کمال برای هر کار نیکو تچیز گردن واقعا <applause> چه هدفی اینکه مرد خدا به کمال برای هر عمل نیکو آراسته بشه کلام خدا عزیزان زمانی ما رو به جهت انجام هر عمل نیکو تچیز میکنه که به مسیح ایمان آورده باشیم و نجات پیدا کرده باشیم واسه همین هم هستش که در تمامی طول زندگیمون به کمک کتاب مقدس نیاز خواهیم داشت نیاز داریم که این کلام ما رو همیشه مجهز بکنه چطور با تعلیم دادن حقیقت زمانی که کار غلطی رو انجام میدیم ما رو توبیخ بکنه و از طریق اصلاح به ما بگه که چطور اون کار رو به درستی انجام بدیم و نهایت هم ما رو تربیت میکنه که در روابط درست زندگی بکنه اگه یادتون باشه فرمان بزرگ اول این بود که خدا رو با تمامی دل با تمامی جان با تمامی قوت خودمون دوست بداریم و فرمان بزرگ دوم هم این بود که هم نوعمون رو هم مثل خودمون دوست بداریم دوست داشتن خدا و دوست داشتن دیگران عزیزان خودشون رو در اعمال نیک نشون میدن که کتاب مقدس ما رو بهش تچیز میکنه کتاب مقدس واسه این نوشته شد که ما رو نسبت به نجات در عیسی مسیح حکمت بده و به جهت این زندگی ما رو مجهز بکنه شما چه کتابی رو میتونید پیدا بکنید که بتونه یک چنین کاری رو انجام بده تربیتی که کتاب مقدس به انسان میده در کلاس درس نیست بلکه در زندگی روزمره ماست کتاب مقدس ما رو و زندگی ما رو عوض میکنه به خاطر پیام این کتاب هستش که شما به مسیح ایمان آورید و میدونید که الان وقت اون هستش که به جهت اعمال نیکو مجهز بشید انجام اعمالی که مردم رو تشویق میکنه که به مسیح ایمان بیارن همسر مبشر معروف بیرگره هم حرف جالبی داشت می گفت مسیحیان افرادی هستند که باعث میشن ایمان آوردن به ایسای مسیح کاری بسیار آسون بشه مگه ما نمک جهان نیستیم آیا نباید مردم رو نسبت به منجیمون تشنه کنیم؟ برای همین هم هستش که کارهای نیک اهمیت دارن عزیزان کلام رو باید زندگی کرد حالا بذارید در مورد بنیاد عهد جدید باتون صحبت کنم خب اسمش همونطور که بهتون گفتم عهد جدیده عهدی که بین خدا و انسان صورت میگیره در کتاب مقدس ما شاهد دو عهد هستیم عهد قدیم و عهد جدید عهد جدید روی عهد قدیم استواره بذارید قبل از اینکه به عهد جدید برم قدری در مورد عهد عتیق که بنیاد عهد جدید هستش صحبت کنم عهد عتیق روی سه وعده خدا استوار بود خدا در این عهد میبینیم که با ابراهیم داره صحبت میکنه در فصل 17 پیدایش ما با این صحبت روبرو هستیم ابراهیم در این وقت در شهر اور داره زندگی میکنه که در عراق فعلی قرار داره خب اون موقع که ابراهیم اونجا زندگی میکرد این شهر پر از خدایان بیشمار بود و خدا بهش میگه که بیرون بیا از این شهر امر خارقلاده اینه که ابراهیم میدونستش که باید اطاعت کنه و هزار مایل مسافرت میکنه تا به اسرائیل و یا فلسطین فعلی برسه عهد خدا با ابراهیم این بود ابراهیم من خدای تو خواهم بود خدای فرزندان تو خواهم بود واقعا هم خدا در یک چیز خیلی استاده اینکه چطور خدا باشه من خدای تو خواهم بود و تو به من وفادار خواهی بود خدا به وسیله کلامش و به وسیله اعمالش خودش رو به ابراهیم میشناسونه و قسمت دوم این عهد این هستش شما قوم من خواهید بود میبینید این خدا با خدایان دیگه داره فرق میکنه اینجا فقط آفرینش رو انجام نمیده بلکه میخواد که با آفریده خودش هم ارتباط ایجاد بکنه خدا نمیخواد که خدای اون دوردست ها باشه گرچه خداست ولی پدر هم هست و میخواد که با فرزندان خودش در رابطه ای نزدیک قرار داشته باشه من خدای تو خواهم بود و تو قوم من خواهی بود خدا با ابراهیم و نسل او عهد میبنده و در کتاب خروج ما به وضوح توضیحاتو می‌بینیم میبینیم که اونها به عنوان فرزندان در خانواده چطور باید زندگی بکنن برای همین هم میبینیم که خدا به اونها احکام و فرامین عطا میکنه و حالا قسمت سوم این عهد من با تو ساکن خواهم وقتی خدا قوم رو از بندگی در مصر بیرون میاره چیزی به مراتب مهمتر از رسیدن به سرزمین موعود وجود داره اینکه خدا رو در کوه سینا ملاقات بکنن و اونجا هم بود که خدا این عهد رو با اونها میبنده قسمت اعظم این عهد این بود که خدا مرکز زندگی قوم خود باشه خیمه اجتماع ساخته شد که محل ملاقات خدا با قوم باشه خدا غایب نبود در میان اونها بود او میخواست که پدر اونها باشه در زندگی اونها حضور داشته باشه هدف اه این بود خدا میخواست قوم او رو با تمامی دل با تمامی جان با تمامی قوت خودشون دوست بدارن و همسایه خودشون رو هم نوع خودشون رو هم دوست بدارند. خدای کتاب مقدس عزیزان یک چنین خدایی هست اینه پدر خداوند با عیسی مسیح و اینه عهدی که او میبنده ولی قوم متاسفانه طریق دیگری رو انتخاب میکنه اونها از خدایی که در مقابل اطاعتشون برکات خودشون رو بر اونها فرو میریق اطاعت نمی کنند. خدا همه چیز رو به اونها هدیه داده بود ولی اونها به جای اطاعت از فرامین دنبال عقاید خودشون دنبال بوتهای دیگه میرن چطور فراموش میکنن اون خدایی رو که اونها رو از اون فلاکت مثل با اون دست قوی بیرون کشید چطور تونستم با این خدا یک چنین رفتاری رو بکنم و این همون مشکل قدیمی هستش که ما رو تا به باغ عدن عقب میبره به زمان آدم حوا در اونجا هم خدا پدر اونها بود اونها رو به شکل خودش آفریده بود برای رابطه دو طرفه با خودش آفریده بود ولی اونها خواسته خودشون رو بر خواسته خدا ترجیح میدن و واسه همین هم از اون درخت میخورند. انتخاب خودشون رو بر این قرار میدن که از خدا اطاعت نکنند و اینجا بود که عزیزان میبینیم آدم و حوا قلب خدا رو شکستند وجود او رو جریهدار کردند رابطه ای که با او داشتن قطع شد و نسل های بعدی هم در این وضعیت به شکستن قلب خدا ادامه دادن اونها هم عهد خدا رو شکستن راستی تالا فکر کردید که چرا اینجوری میکنیم؟ میدونید اشکال در کجاست؟ اشکال در همون وضعیت گناهه گناه خیلی خطرناکه خیلی مهلکه و برای همین هم هستش که خدا میخواد ما او رو بشناسیم از طریق شناخت درست خدا بتونیم او رو دوست داشته باشیم و دوست داشتن خداست که ما رو از افتادن به وضعیت گناه محافظت میکنه با نا دو نفر دنیا در فساد قرار گرفت همه چیز به زیر فساد و تباهی رفت دنیا چنان فاسد شد که خدا در زمان نوح اونو با سیل از بین بردش و فقط هشت نفر رو نجاتش داد از اون هشت فرزند نوح میبینیم که هفتاد ملت به وجود میاد ولی اونها هم فاسد شدند میبینیم که خدا نقشه خودش رو به یک ملت کوچیک متمرکز میکنه ولی اونها هم خیانت میکنن و زمانی میرسه که فقط هفت هزار نفر از اونها باقی بود که هنوز در مقابل بود تعظیم نکرده بودند یک گروه خیلی کوچک باقی بود ولی میدونید چی؟ در میون آن گروه کوچک هم گناه وجود داشت وعده خدا این بود که این گروه کوچک یک خادم درستکار رو به ظهور خواهد رسون که اراده خدا رو انجام خواهد داد واسه همین هم عهدتیق مطلب رو باریکتر و باریکتر و باریکتر و باریکتر میکنه تا اینکه به یک نفر میرسه به فردی که با اطاعت خودش تمامی اون چرک که اتفاق افتاده بود قرار بود برگرد این یه مرور کلی از عهد عتیقه آدم وقتی که عهد عتیق رو میخونه راستش رو بخواد غم و غصه وجودش رو میگیره و تا این این سوال در مغزش هی در اونو میخوره که آیا بالاخره این قوم که اینقدر از خدا معجزات دیدن یاد میگیرن که چطور از خواسته خدا اطاعت بکنن و مطابق ارادش زندگی کنن یا اینکه همیشه سعی خواهند داشت که راه رو به همون طریقی که خودشون میخوان بکشونن این سوال ما از بچه های خودمونم میکنیم اگه یادمون باشه باباهامون هم در این رابطه دائم ما رو زیر سوال قرار میدن که آخه بالاخره تو کی میخوای یاد بگیری این یادگیری عزیزان نمیتونه از طریق قواعد و مقرراتی که از بیرون بر انسان فشار میاره صورت بگیره یادگیری باید از درون ما جاری بشه و ارمیا در این رابطه این مطلب رو به این شکل داره ازش صحبت میکنه در فصل سی و از آیات سی و تا سی و سه ارمیا داره اینطوری میگه یهوه میفرماید روزی فرا میرسد که با خاندان اسرائیل و یهودا عهدی نوین بنیان نهد لیکن نه چونان عهدی که با نیاکانشان بستم به روزی که دستشان را بگرفتم تا از مصر به آورم همان عهد که ایشان بشکستند حال آنکه سرورشان بودم یهوه چنین میفرماید اما این است عهدی که با خاندان اسرائیل در آن روز خواهم بست یهوه چنین میفرماید که شریعت خود را در بد نشان نهاده و آن را بر دلهایشان بر افکار و اذهانشان خواهم نوشت و از آن پس خدای ایشان خواهم بود و ایشان قوم من خواهند با عهد تازه معجزه ای خارق العاده صورت میگیره انسان دیگه در زیر جبر و زور قواعد و مقررات نیستش که انجام عمل و دائم براش داره فشار میاره بلکه تمامی اعمالش از قلبش و بر اساس میل و رغبت او میشه اینو گفتم یاد پسری افتادم که خیلی شروع میکرد و هرچه باباش بهش هشدار میداد هیچی به کتش نمیرم بالاخره پدر تصمیم میگیره که تنبیهش میکنه و بهش میگه میدون چیه برو گوشه اون اتاق سرپا بیست پسر میبینیم بازم گوش نمیده اینجاست که پدر از جا میجنبه که برو او رو تنبیه بکنه و پسر با این کار باباش یهو از جا میپره و از ترس میره در گوشه اتاق میسته حالا یه مدتی میگذره پسر همونطور که دو گوشه اتاق ایستاده به پدرش میگه بابا بابا درسته که حالا سر پایستادم ولی تو قلبم هنوز نشستم مثال جالبیه عهد جدید عزیزان ما رو از داخل عوض میکنه اعمال ما در عهد جدید دیگه به این دلیل نیستش که مجبوریم بلکه به خاطر این هستش که دلمون میخواد و این طوری هستش که اون چه رو که از دست دادیم پس میگیریم تمرکز این عهد روی ایسا و قدرتی هستش که در نجات او وجود داره و کاری که روح القدس در زندگی ما انجام میده خدا ظلمتی رو که به این شکل بر جهان مسلط شده عقب میرو خبر خوش این کار خدا و اعلان اون از یک کشور کوچک شروع میشه و پس از اون به تمامی دنیا پخش میشه. پایه و اساس عهد جدید عهد عتیق هستش. برای همینم هم هستش که در مورد عهد عتیق باتون صحبت کردم. زمینه شروع عهد جدید روی 400 سالی هستش که بین عهد عتیق و شروع عهد جدید وجود داره. بذارید در این رابطه هم با صحبت بکنم بعد از کتاب ملاکی نبی تا شروع کار یحیای تعمید دهنده از جانب خدا چهار سال سکوت وجود داره که اده ای اونو به عنوان چهار سال سکوت در واقع میخونند و اسمش میدن ما این مطلب رو در کتاب آموس میبینیم که اونجا در فصل هشت آیه یازده اینطور میخونیم اینک خداوند یهوه میگوید ایامی میآید که گرسنگی بر زمین خواهم فرستاد نه گرسنگی از نان و نه تشنگی از آب بلکه از شنیدن کلام خداوند و ایشان از دریا تا دریا و از شمال تا مشرق پراکنده خواهند شد و گردش خواهند کرد تا کلام خدا را بطلبند اما آن را نخواهند یافت در آن روز دوشیزگان جمیل و جوانان از تشنگی ضعف خواهند کرد آنانی که به گناه سامره قسم خورده میگویند ای دان به حیات خدای تو و به طریقت به شبع قسم میخورم خواهند افتاد و بار دیگر نخواهند برخواست خدا توسط آموس پیغمبر گفته بود که زمانی خواهد اومد که دیگه توسط انبیا صحبت نخواهد کرد او هر رو که میباس بگه گفته بود دیگه چیزی واسه گفتن نداشت لازم بود که قوم اول از اون چه که خدا قبلا گفته بود اطاعت بکنه قوم سالهای سختی رو گذرانده بود مردم به خاطر گناهان و نا اطاعتیاشون به اسارت رفته بودن و فقط گروه کوچکی از اونها برگشته بود بعد از برگشت از اسارت چند سالی دو سه نبی داشتن ولی بعد از سه کتاب آخر عهدتیق یعنی کتاب های زکریا و ملاکی میبینیم که کلام میسته دیگه نه سخنی بودش و نه سخنگویی مردم کلام خدا رو داشتن ولی نبی زنده در میونشون نبود که بخواد کلامی تازه بگه مشکل فقط این نبود که از جانب خدا کلامی تازه نداشتن بلکه وضعیت طوری بود که انگار خدا دیگه کاری با اونا نداره و اونا رو ول کرده اونا رو انداخته آخه اگه اینطوره پس پادشاهی موعود او چی میشه این وضعیت هم توسط یکی از پیغمبران یعنی هوش نبی پیشگویی شده بود اینکه اسرائیل برای مدتی بسیار بدون پادشاه خواهد بود نبود کلام زنده جانب خدا باعث میشه که قوم برند به عهد عتیق و اونو بررسیش بکنن و اینجاست که میبینیم که وعده مسیح موعود رو ازش بیرون میکشن اگه به یکی از کتاب های مهم عهد جدید که رساله پولس به غلاطیان باشه نگاه کنیم در اونجا در فصل چهار آیه چهار اینطور میخونیم اما چون زمان مقرر به کمال فرا رسید خدا پسر خود را فرستاد که از زنی زاده شد و زیر شریعت به دنیا آمد تا آنان را که زیر شریعت بودند باز خرید کند خدا درست در زمان درست و در زمان معین میبینیم که فرزند خودش رو میفرسته ببینید زمان درستی که اینجا داره ازش صحبت میکنه از لحاظ موقعیت مذهبی واقعا زمان درستی بود در این موقع بار مذهبی بر روی دوش مردم اونقدر سنگین بود که مردم دیگه نمیتونستن از عهده انجامش بر بیان شریعت از طریق احکام خودش از بیرون دائم بر اونها امر و نه می کرد که چه بکنن 613 حکم انجام این حکم از دل اونها بیرون نمی اومد کسی نمیتونست تونست همه این قوانین رو حتی به خاطر بسپاره چه برسی به خود اونها رو انجام بده در این زمان میبینیم که شریعت گرایی شدیدی بر جامعه حکم فرماست معبد نابود شده بود یهودیان در میان ملتهای دیگه پراکنده بودند با ملتهای غیر یهودی رابطه داشتند وقتی که خبر خوش اومد میبینیم که یهودی ها در سراسر امپراتوری روم منتظرش هستند ولی زمان درست فقط از لحاظ مذهبی درست نبود از لحاظ فرهنگی هم درست بود ببینید زبان یونانی زبان رسمی امپراتوری بود همه به این زبان صحبت میکردن پولس هم به همین زبان صحبت میکرد لزومی به این نبود که بخوان اون چرا نوشته ترجمهش کنن و به خاطر همینم پخش این مجده پخش این خبر خوش خیلی آسان بود تازه در این موقع جاده های خوبی هم ساخته شده بود که مسافرت رو خیلی راحت می عیسی ایسا در زمان خوبی واقعا به دنیا اومده بود زمان درست نه فقط از لحاظ مذهبی درست بود نه فقط از لحاظ فرهنگی و اجتماعی درست بود از نظر سیاسی هم درست بود در زمان تولد عیسی میبینیم که بر امپراتوری روم صلح حاکمه در اون موقع در امپراتوری روم آزادی مذهبی وجود داشت و یهودیت اتفاقا دینی قانونی محسوب میشد برای همین هم به مسیحیت به عنوان دینی قانونی نگاه میکردن اون اوایل واسه اینکه ایمانداران اولیه همه یهودی بودند و برای همین هم تحت حفاظت قانون امپراتوری قرار داشتند و این حفاظت باعث شد که کلیسای اولیه رشد کنه ببینید عیسی چطور در زمان درست خودش به دنیا اومد البته ما نمیتونیم این زمان درست رو از دیدگاه خدا اونطور که با باید درکش بکنیم ولی بر اساس دید انسانی میبینیم که واقعا زمان زمانی درست بوده بذارید اون رو که تا حالا بااتون صحبت کردم خلاصش بکنم ما اینجا در مورد طبیعت کلام خدا صحبت کردیم و هدف اون رو وسطون گفتیم هدف حکمت به نجات از طریق ایسای مسیح بود و اینکه مؤمنین به جهت اعمال خوب تچیز بشن کلام خدا به زبان انسانی برای ما اومد و در مورد عهد خدا با ما صحبت کرد که بر اساس این اصل بود که او خدای ما باشه و ما قوم او باشیم و اینکه او میخواد در میان ما زندگی بکنه و پایه عهد جدید بهتون گفتم که همین عهد عتیق هستش در عهد جدید خدا کاری تازه در قلب و وجود انسان انجام میده خدا دوست داره که ما به دلخواه خودمون به میل خودمون ازش اطاعت بکنیم نه به زور و اجبار او فرزند خودش عیسی رو در زمان درست میبینیم میفرسته و عهد جدید عزیزان داستان پسر او عیسی مسیح و مطالعه ما روی کتاب های عهد جدید صورت میگیره در عهد جدید پنج کتاب تاریخی وجود دارند که چهار کتاب اون داستان زندگی ایساست و پنجمی داستان کارهایی است که رسولان یا حواریون او انجام میدن که در واقع داستان کلیسای اولی است و بعد از اون ما با 21 نامه روبرو رو هستیم که در طول این تاریخ نوشته شده و همه اونها نهایت توسط کتاب مکاشفه به اوج خودش میرسه که در اون انسان و خدا در مصاحبت با یکدیگر در ابدیت دارن به سر برن. تا برنامه بعد شما رو به خدا میسپارم